در دانشگاه دولتی کلا به نام ابو عبد الله رودکی دوری مؤسسوی آزمون جمهوریوی فروغ سوپی دانایی کتاب است برگزار گردید. نخست رکتور دانشگاه در نزد داوطلبان برآمد نموده ابراز داشت که سال جاری نیز با سرپرستی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش های ملی و فرهنگی میان قشرهای گوناگون جامعه، آزمون مذکور برگزار می شود و می باید دانشجویان و آموزگاران دانشگاه در این آزمون در سطح ضروری شرکت ورزیده جای های افتخاری را سزاوار گردند. گفته شد که امسال شماره داوطلبان در همه نامینیاسیه های آزمون و مراتب افزوده بهر شفاف گذشتن آزمون رهبریت دانشگاه چاره اندیشی نموده است. رئیس دانشگاه دولتی کلوب با نام ابو عبد الله رودکی با مقصد در سطح بلند تشکیل و برگزاری آزمون جمهوری فروغ سوپ دانایی کتاب است در 10 فاکولته عمل کننده دانشگاه در اساس نقشه چورابینی تهیه نمودن دانشگاه محفل فروغ سوپ دانایی کتاب است را تشکیل نمود. محفل از ماه اکتبر تاسیس یافته در همه فاکولته ها محفل ها عمل میکردند و در اساس فرمایش رکتور دانشگاه در اول ماه اپریل دوری اولی مؤسسوی آزمون که باید در دانشگاه برگزار میکرد سر اول در 10 فاکولته به طور علیحدہ گذشت که در این آزمون های دوری فاکولتتی آزمون 218 نفر دانشجویان اشتراک نمودند. از بین این 218 نفر بهترین ها امروز به دوری دانشگاهی راحت گرفتند و امروز در دوری دانشگاهی 33 نفر بهترین ها اشتراک دارند که از اینها از روی هر نمینه 35 نفر به دوری شهری آزمون راحت خواهند گرفت. اعضای حکمون به برآمد هر یک داوطلب دقت جدی داده و بسته به طلبات آزمون در همه نامینیاسیه ها سوال و جواب کردند. اشتراک داوطلبان امسال را حکمون نسبت سال گذشته بهتر ارزیابی می نمایند. سال دوم است که در این آزمون همچون حکمون اشتراک میکنیم و اشتراکچیان امسال نسبت به سال گذشته بسیار در سطح خوب آمادگی دیدند و به این آزمون اشتراکی فعالانه کرده ایستادند و قید کردن به موارد است که آزمون فروغ سوپ دانایی که با ابتکار پیشوای ملت راه اندازی گردید یک انقلابی فکری، یک انقلابی خوب به وجود آورد در جامعه و امروز ما صف کتابخوان ها را در همه جا مشاهده میکنیم و اشتراکچیان دور دانشگاهی آزمون بسیار با تیاری خوب آمدند، بسیار شعرهای زیاد را از بر نمودند و کتابهای خیلی خوب را مطالعه نمودند و ما باور داریم که اشتراکچیان دور دانشگاهی تا به دور ولایتی و شهری و جمهوریوی راحت می‌یابند و سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. از سالهای پیشین داوطلبان در 4 نامینیاسیه اشتراک میکردند. دوامی دو سال اخیر نامینیاسیه پنجم نیز راه اندازی گردید. آموزگاری دانشگاه سعادت رحمانعلی امسال میخواهد در نامینیاسیه ایجاد نظم و نثر اشتراک نماید، زیرا شوق به اندازه او به ادبیات در ایجاد نظم و نثر موفقش گردانیده است. سال دوم است که در آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است نامینیاسیه پنجم یعنی ایجاد نظم و نثر وارد گردیده است که من میخواهم در این اشتراک نمایم، چون که من از دوران دانشجویی به ایجاد نظم و نثر شعرها توجه داشتم و امروز میخواهم در این آزمون هنر و مهارت خود را نشان دهم. از سبب زیاد بودن شماره داوطلبان در همه نامینیاسیه ها آزمون دوام 3 روز ادامه یافته، بهترین ها به دور شهری راحت میگیرند. مورد ذکر است که سالهای گذشته در آزمون دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی کلا به نام ابو عبد الله رودکی اشتراکی فعال داشتند و در دور جمهوریوی سزاوار جای های یکم و دویم، سیوم و افتخاری گردیدند. شیرین جان سفرزاده، سیف الدین اسماعیلوف از شهر کلا برای برنامه نوید.